عیسی به یک زن سامری در کنار چاه آب گفت: هر کی از آبی که من میدهم بنوشد هرگز تشنه نمی شود و این آب در وجودش به چشمه جوشان تبدیل شده و او را به زندگی جاودان می رساند. زن گفت: من می دانم که مسیح می آید. وقتی او بیاید همه مسائل را به ما روشن می سازد. عیسی فرمود: من همان مسیح هستم. بعد عیسی به مردم این چنین تعلیم داد: هر که پیرو من باشد باید خود را فراموش کند و به دنبال من بیاید. زیرا برای او چه فایده دارد که ثروت تمام دنیا را داشته باشد ولی جان خود را از دست دهد؟ مواظب باشید، از حرص و طمع بپرهیزید. مال و ثروت فراوان در زندگی نباید برایتان مهم باشد. زیرا جایی که ثروتتان باشد، دل شما نیز در آن خواهد بود. آنگاه کاهنان و فریسیان جلسه ای دایر کردند و گفتند: چه باید بکنیم؟ این شخص معجزات زیاده نشان می دهد. اگر مانع کارهای او نشویم، همگی به او ایمان می آورند. آنگاه دولت روم نمی گذارد ما بر این مردم حکومت کنیم. در عین حال عیسی با قدرت زیاد به مردم تعلیم می داد. روزی به معبد رفت و میزهای کسانی را که در صحن معبد خریدوش می کردند به هم زد و گفت: خدا می فرماید که خانه من جای عبادت است، اما شما آن را لانه دزدان ساخته اید. عیسی ضمن تعلیم به مردم می گفت: اراده آن کسی که مرا فرستاده است این است که هر کی به پسر خدا ایمان بیاورد به حیات جاودان می رسد و من همه مؤمنین را از قبر زنده می کنم. اما در میان شما کسانی نیز هستند که به من ایمان ندارند. عیسی با حکمت خود می دانست که چه کسانی ایمان نمی آورند و چه کسی به او خیانت خواهد کرد. به خاطر او تفرقه بین مردم پیدا شد. از جمله یهودیان مهم عده‌ای به او ایمان آوردند. اما از ترس متعصبین که مبادا آنها را از شورای مذهبی اخراج کنند و ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها ستایش مردم را بیشتر می پسندیدند تا ستایش از خدا. بسیاری متعصبین مذهبی در پی بهانه ای بودند که عیسی را به قتل برسانند، ولی موفق نمی شدند، زیرا مردم بسیار اشتیاق داشتند تا سخنان او را بشنوند. عیسی به تعلیمات خود ادامه داد و گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد بود، بلکه نور حیات را خواهد داشت. به کسانی که به او ایمان داشتند فرمود: اگر شما طبق کلام من زندگی کنید، شاگردان و پیروان واقعی من خواهید بود. آنگاه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اگر پسر خدا شما را آزاد کند، واقعا آزاد خواهید بود. من در هستم. کسی که از راه من وارد شود نجات خواهد یافت. من چوپان نیکو هستم. چوپان نیکو جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازد. گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند و من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. عیسی پس از 3 سال موعظه و تعلیم به شاگردان خود هدایت داد که کرخری را که بر آن کسی سوار نشده برای او بیاورند. او بر آن سوار شد و به اورشلیم رفت. جمعیت بزرگی با خوشی و آواز بلند خدا را درود و ثنا می فرستادند و آنها کارهای عجیب او را دیده بودند. آنها فریاد می زدند: مبارک باد پادشاهی که در نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. اما وقتی عیسی نزدیک اورشلیم رسید و آن را دید، گریه کرد، زیرا مردم هنوز هم او را به حیث نجات دهنده نشناختند. آنگاه شیطان در وجود یهودای اسخریوتی که یکی از 12 شاگردان عیسی بود داخل شد. یهودا با سران کاهنان و متعصبین هم دست شد تا عیسی را به دستشان تسلیم کنند. آنها خوشحال شدند و موافقه کردند که اگر یهودا از وقت و جای خلوتی که بتوانند عیسی را دستگیر کنند، آنها را آگاه سازد، به او 30 سکه نقره خواهند داد. عیسی می دانست که وقت مرگش فرا رسیده است. پس شاگردان خود را برای صرف طعام عید فصح یک جا جمع کرد. وقتی آنها مشغول خوردن بودند، عیسی نان را گرفت و برکت داد و تکه کرد. سپس آن را به شاگردانش داد و گفت: این بدن من است، بگیرید و بخورید که در راه شما فدا می شود. این مراسم را به یاد من به جا آورید. بعد پیاله را به دست گرفت و شکر کرد و به آنها داد و آنها نوشیدند. بعد به آنها گفت: این پیاله عهد جدید است در خون من که برای آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم تا زمانی که در سلطنت خدا دوباره ننوشم، دیگر از این آب انگور نخواهم نوشید.
عیسی به آنها گفت: پریشان نباشید، به خدا توکل کنید و به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدرم جای بسیار است، من می روم تا مکان برایتان آمازم. وقتی همه چیز مهیا شد، آنگاه پیش شما برخواهم گشت و شما را با خود خواهم برد. شما می دانید که من کجا می روم و راه آن را هم می دانید. یکی از شاگردانش گفت: ما نمی دانیم که تو کجا می روی، پس چطور می توانیم راه را بیابیم؟ عیسی فرمود: من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس نمی تواند به خدا برسد که به وسیله من. عیسی در آن شب به شاگردان خود گفت که روزهای سختی را در پیش دارند و گفت: اگر دنیا با شما دشمنی دارد، باید بدانید که پیش از شما با من دشمنی داشت. کسی که دشمن من است، دشمن خدا نیز می باشد. بعد از صرف طعام، عیسی با شاگردان خود در جای خلوتی در باغی که به نام جتسیمانی مشهور بود برای دعا رفت. وقتی از دعا فارغ شد، پیشوایان مذهبی، ملایان و محافظین معبد به جستجوی عیسی آمدند. یهودای اسخریوطی که ساعت پیش با او نان خورد، آن گروه را رهبری می کرد. وقتی یهودا به عیسی نزدیک شد، سلام داد و او را بوسید. وقتی عیسی خود را معرفی کرد و گفت: من هستم، سربازان به عقب رفته افتادند. بعد از آن که عیسی تسلیم شد، او را بستند و به خانه کاهن اعظم بردند. محافظین معبد که عیسی را دستگیر نبوده بودند، مسخرهش کرده و لعنت و کوبش کردند. چشمانش را بستند و با صلیب بر رویش زدند و گفتند: نبوت کن و بگو چه کسی تو را زد. روز بعد صبح وقت، او را نزد پیلاتوس والی رومی بردند و به او تهمت زده گفتند: ما این شخص را به جرم انحراف کردن مردم دستگیر کردیم. بعد از آن که پیلاتوس از عیسی تحقیق کرد، گفت: این شخص کاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد، پس امر می کنم که او را شلاق زده آزادش کنند. اما جمعیت با یک صدا فریاد زده گفتند: او را بکشید، مصلوبش کنید، مصلوبش کنید. پیلاتوس برای اینکه مردم را راضی بسازد، دستور داد عیسی را شلاق زده و او را مصلوب کنند. سربازان رومی تاج از خار ساخته بر سر او گذاشتند، لباس هم به رنگ ارغوانی به تنش کردند و گفتند: درود بر پادشاه یهود، و او را با مشت می زدند. بعد عیسی را بیرون برده و مجبور ساختند تا صلیبش را حمل کند. سپس عیسی را به تپه به نام جلجتا بردند. آن محل همان جایی بود که سالها قبل خود ابراهیم فرموده بود که یگانه پسرش اسحاق را قربانی کند. در همان جا یگانه فرزند عزیز خدا، یعنی عیسی را روی صلیب میخکوب کردند. عیسی دعا کرده گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چی میکنند. اینی که عیسی بین دو جنایتکار محکوم به مرگ از صلیب آویزان بود، سربازان لباس او را بین خود تقسیم کردند و بر آن قرعه انداختند. به این ترتیب پیشگویی داوود نبی تحقق یافت. مردم برای 3 ساعت به تماشا ایستاده بودند. متعصبین مذهبی نیز عیسی را مسخره نموده گفتند: او دیگران را نجات داد و حالا اگر واقعا مسیح و برگزیده خداست، پس خود را نجات بدهد. در انگام ظهر برای 3 ساعت تاریکی همه جا را فرا گرفت و پیشگویی آن نبی انجام شد که گفته بود: خداوند گناهان همه ما را بر او قرار داد. آنگاه عیسی فریاد کرده گفت: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ عیسی دانست که همه چیز انجام شده و نبوت‌های کتاب مقدس تحقق یافتند و گفت: تشنم. سربازان از روی تمسخر به او سرکه دادند و گفتند: اگر پادشاه یهود هستی، پس خود را نجات بده. عیسی سرکه را چشید و گفت: ای پدر، روح خود را به تو می سپارم. تمام شد. این را گفت و جان داد. وقت عیسی جان سپرد، آفتاب گرفته شد و زمین به لرزه در آمد. پرده زخیم معبد از وسط دو پاره گردید.